سلام و وقت بخیر به مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از شمشاد نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه ششم جوزای سال 1403 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 26 می سال 2024 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، پاکستان در قبالان کوتاهی کرده، چین غرض مسئولیت اتباع خود در پاکستان در صدد اعمال فشار بالای حکومت سرپرست است. تاکید ایران روی ایجاد حکومت همشمول در افغانستان، حسن کاظمی قومی حکومت فراگیر را شرط اساسی تحکیم ثبات در افغانستان خوانده. و کشته شدن 24 تن و زخم برداشتن شمار از افراد بر اثر آتش سوزی در یک پارک تفریحی در هند. مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. چین غرض مسئولیت اتباع خود در پاکستان در صدد اعمال فشار بالای حکومت سرپرست می باشد. یک رسانه چینایی به نقل از منابع گفته است که دیپلماتان چینایی تلاش می نمایند تا از طریق اعمال فشار بالای حکومت سرپرست جلو حملات TTP را بر پروژه ها و اتباع چینایی بگیرند. از سوی دیگر، حکومت سرپرست مسئولیت اتباع چینایی را در پاکستان از مسئولیت این کشور می داند و مانند قبل اطمینان می دهد که از خاک افغانستان علیه هیچ یک از کشورها استفاده نمی شود. پس از هدف قرار گرفتن اتباع چینایی در برخی از حملات در پاکستان، دیپلماتان چین با استفاده از وسیله ممکن در صدد مسئولیت اتباع و پروژه های خود در پاکستان هستند. روزنامه چینایی ساوت چینا مارنینگ پوست به نقل از دو منبع در اسلام آباد گزارش داده که چین در صدد اعمال فشار بر حکومت سرپرست افغانستان است تا به این ترتیب جلو حملات تحریک طالبان پاکستانی را بگیرد که احتمال هدف قرار گرفتن اتباع چینی و پروژه‌های این کشور در پاکستان در آن وجود دارد. در گزارش آمده، چین این روش را برای مسئولیت اتباع و پروژه‌های خود در پاکستان پس از آن اختیار کرده که بعد از چندین حمله خونین بر اتباع چینایی، پاکستان در امنیت و مسئولیت اتباع بیرونی در خاک خود کوتاهی کرده است. چین در صدد پیدا نمودن راه‌های بدیل است تا اتباع چینایی و پروژه‌ها را از حملات خونین در پاکستان مسئول نگه دارد و این موردی است که حکومت پاکستان در تأمین آن کوتاهی کرده و دیپلماتان چینایی در این زمینه بر طالبان فشار خواهند آورد تا جلو حملات TTP بر اتباع چینایی را بگیرند. با این امر، مقامات حکومت سرپرست میگویند مسئولیت اتباع چینایی در پاکستان از مسئولیت‌های این کشور شمرده می‌شود. مقامات می افزایند در کنار چین به تمامی کشورها اطمینان می دهند که از خاک افغانستان علیه هیچ یک از کشورها استفاده صورت نخواهد گرفت. نو دا غبطه ایلو سید پاکستان کسی و دا افغانستان پولیس تلاو نلری. پاکستان مسئولیت تریشتی به دی مورد خپل خپل پلیتنی و که خپل خپل جواب و ازکه دا سیمه دی پاکستانی حکومت کنترولان دی سیمه دا و خلط هم سیدی اغت فعال و پاسود دا دی افغانستان موضوع نه دا دی پاکستان پل موضوع. اور دین ته څوک استفاده کوي د چین او افغانستان ته من داړي کې خرابې دو دین مو افق کې موږ چینای چارواکو سره په دې مورد کې نن حاصل کړی دا او د خنا تو پرسه وز د موجودي د افغانستان په اړه کې نه تیر کې د اسلامي امارات له خوا چینای مسولین سره خبرې تر سې وي وضاحتونه وکړې دي او وایي په دې قانې سي چې د موضوع د افغانستان په ارتباط کې. از سوی دیگر، شماری از کارشناسان امور میگویند که تروریسم در منطقه و حملات بر اتباع چینایی پالیسی پاکستان است که هدف آن خرابی ذهنیت در رابطه با افغانستان به سطح جهان است. پر چینایانو باندې بریدونه د پاکستان د استخباراتو کار دی. دو موخی لري. لومړی، پر افغانستان باندې فشار راوړل، افغانستان بدنامه کول، لا هم نړیوال انزوا ته بیول، او د هندوستان په وړاندې باندې د نړیوال ذهنیت خرابول چې ګویا د چین په وړاندې باندې د پاکستان په خاوره کې مبارزه کوي. آگاهان امور از حکومت سرپرست میخواهند که برای از بین بردن اهداف شوم همسایه ها، منطقه و جهان، یک پالیسی منسجم و قوی را اختیار نماید تا افغانستان از بحران های آینده نیز در امان بماند. نور د دوی په دغه نیوکو او په دغه ایداګانو باندې باور کول لوی تاریخي تیروتنه ده، او هم په دغه هیوادو باندې باور کول لوی تاریخي تیروتنه ده. زمونږ تاریخي مسؤلیت او رسالت دا ده چې خپل هیواد کې ملي وحدت تامین کو او خپل هیواد
د راتلونکو لپاره هڅې وکړو تر څو دا هیواد د نړۍ د دغو یرغلګرو تجاوزګرو هیوادو څخه وژغورو. این در حال است که مقامات پاکستانی چندین بار ادعا کردند که حملات در پاکستان با استفاده از خاک افغانستان صورت میگیرد. ایران به اساس تصمیم کنفرانس بن ایجاد حکومت همشمول در افغانستان را مهم خوانده است. مقامات این کشور بار دیگر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان را برای حل مشکلات داخلی و تحکیم ثبات شرط اساسی یاد کردند. اما مقامات مانند گذشته ایجاد حکومت فراگیر را مسئله داخلی افغانستان می کنند و می افزایند که در حکومت سرپرست کنونی هم تمام افغان ها شامل هستند. بر دوام خواسته ها در رابطه به ایجاد حکومت همشمول در افغانستان، مقامات ایرانی بار دیگر درخواست قبلی خود را مطرح کرده و روی چنان حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده که در آن همه اقشار جامعه افغانی سهیم باشد. نماینده خاص ایران برای افغانستان در یک نشست افغانها در شهر قم ایران که به یاد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری پیشین ایران برگزار شده بود گفته که یگانه راه برگشتن به تصمیم کنفرانس پیشین بن ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان می باشد. ما در کنار تعامل با حاکمان جدید افغانستان با آنان مشورت های خود را نیز مطرح می کنیم. یک دولت متشکل از افراد صالح تمام اقوام می تواند رمز آغاز ثبات سیاسی و بازسازی در افغانستان باشد که جمهوریت اسلامی ایران هم چنین پالیسی و سیاست را به پیش می برد. اما قبل مسئله چگونگی نظام و سهم دادن افراد در آن را موضوع داخلی افغانستان و مربوط به افغان ها می داند. مقامات می گوید ایجاد حکومت فراگیر مسئله داخلی افغانها است و از کشورها خواسته می شود تا در امورات داخلی افغانستان دخالت نکنند. مگر افغان در طول ورکون یا طول حوادون افغانستان که طول شمول حکومت موجود ده. و دی مورد بند افغان پای تصمیم نیستی تا در افغانان تصمیم بر حلل. نور حوادون باید خلی عریکی دی و حواد به شکل مصر تنسیم. حسن کاظمی قمی در بخش دیگری از خوانان خود امریکا را به دخالت در امور افغانستان و تلاش‌ها برای بی‌ثبات نمودن این کشور متهم کرده و داعش را پروژه کشور مذکور خوانده است. اما کابل می‌گوید جهان باید به طور مستقل با حکومت سرپرست افغانستان تعامل مثبت نماید و حکومت به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد تا در امورات داخلی کشور از بیرون دخالت نماید. موضوع داده سیدی مکثر با اقتصادی و با دیپلماتیک عرصه که لکتران سیخه روان دی اغیط دوام ورکی او قل داده سی در افغانستان پورانی موضوع در افغانستان خلق در پل منفعت فستهی بیی بیس با گتی پیچه شکری او زمان در اوز حکومت هم طول اقوام پکی دی در طول اقشار هم پکی دی او در هر ولایت خلق پکی دی با مختلف سطح هم که کار که خدمت که او زم برخدی و دیار بند تشویش بزینه. کارشناسان میگوید هدف از خواست ایجاد حکومت همشمول در افغانستان از سوی ایران و جهان جابجایی افراد دلخواه آنان در تشکیل حکومت شمرده می شود. داد تنها دی ایران وړاندیز نه دی بلکې دی پاکستان او د سیمې په کچه د هیوادونو او د ابوالقدرتانو وړاندیز هم دا دی چې دوی غواړي چې په افغانستان کې داسې یو نظام وي چې د دوی جاسوسان د دوی تربیه شده غړي په هغه نظام کې موجود وي او ځای په ځای کې او دوی مستقیم حضور د همدغه جاسوسانو له ادرسه په د افغانستان په دولت دننه کې دوی حضور ولري. در طول دههای گذشته همیشه یا کوشش کردند که افراد نزدیک به خود را در بدنه حکومتداری داشته باشند. آیا حکومت های افغانستان هم بر حاکمان ایران یک روز گفتند که شما هم در بدنه حکومتداری باید کی باشه و کی نباشه؟ امیدوار هستم به این نتیجه رسیده باشند که افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی در همسایگی به نفعشان است. ایران قبل از این هم چندین بار خواست ایجاد حکومت همشمول را مطرح کرده، اما تفاوت درخواست کنونی و خواستهای قبلی این کشور در این است که اکنون خواست ایجاد حکومت همشمول را در افغانستان به اساس تصمیم کنفرانس بن در سال 2001 مطرح نموده است. به اساس تصمیم مذکور بدون امارت اسلامی تمام جهتهای مخالف جنگهای داخلی افغانستان در یک چوکات سیاسی گرد هم آمدند و حکومت پیشین را تشکیل دادند.
سیلاب های شدید در ولایات بدخشان و بغلان باز هم به مردم تلفات سنگین مالی و جانی را وارد کرده است. مسئولین محلی می گویند که سیلاب های شب گذشته در بدخشان 11 تن را کشته و زخمی ساخته و در ولسوالی های مختلف تا اکنون حدود 200 خانه را نیز متاثر ساخته است. نهادهای کمک کننده بین المللی با منتشر ساختن ارقام تازه گفتند که سیلاب ها در دو هفته پسین 80,000 تن را متاثر ساخته و حدود 2,000 فرد دیگر که بسیاری از آنان را کودکان تشکیل می دهند به امراض متعدد ابتلا شدند. حکومت سرپرست تلاش ها را برای وصل نمودن افغانستان از راه واخان با چین آغاز کرده است. مقامات می گویند که واخان برای گسترش ترانزیت منطقه یک دهلیز مهم شمرده می شود و با فعال شدن آن روابط تجارتی میان کابل و بیجینگ رونق می یابد. کارشناسان هم دهلیز واخان را از لحاظ اقتصادی برای افغانستان خیلی مؤثر می دانند و می افزایند که این راه باید به طور اساسی با پروژه یک راه و یک کمربند چین متصل گردد. آنان می گویند با ساخت این راه افغانستان در آسیا دوباره اهمیت ترانزیتی خود را به دست خواهد آورد و اقتصاد آن پیشرفت خواهد کرد. کارهای اتصال کوریدور واخان با چین که سال گذشته آغاز و تا حد زیادی تکمیل گردیده بود، اکنون امارت اسلامی میگوید که متعهد است این راه را به طور اساسی با کشور چین متصل نماید. مقامات میگویند که کوریدور واخان که از لحاظ ترانزیتی و اقتصادی برای افغانستان حائز اهمیت است، میخواهند آن را به طور اساسی بازسازی کنند و از همین راه داد و ستاد تجارتی با کشور چین آغاز گردد. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء میگوید این راه افغانستان را با چنان قدرت اقتصادی وصل خواهد ساخت که از لحاظ تکنولوژی هم به نفع افغانستان است. ساختن کوریدور واخان است که ولایت باستانی بدخشان الحمدلله شاهد از او است. ما در این راستا کار الحمدلله ادامه دارد. مصمم هستیم که افغانستان از طریق کوریدورهای مختلف به ویژه از طریق کوریدور واخان که سابق رای ابریشم هم از همین طریق جریان داشته است، همراه خمو یک راه و یک کمربند چین وصل شود و از او طریق هم ما بتانیم از تکنولوژی همسایه خود و پیشرفت هایی که در اونجا وجود دارد ما در اینجا استفاده بکنیم. کوریدور واخان از لحاظ اقتصادی و ترانزیتی برای افغانستان خیلی مؤثر است. کارشناسان اقتصادی میگویند با ساخت این راه افغانستان با کشورهای پیشرفته جهان وصل خواهد شد و همچنان افغانستان حیثیت اقتصادی و ترانزیتی خود را در آسیا دوباره نیز به دست خواهد آورد که در جریان راه ابریشم از آن برخوردار بود و این را هم ثابت خواهد کرد که افغانستان چهار راه ترانزیت آسیاست. آنها میگویند اگر کوریدور واخان به طور اساسی ساخته شود و با چین وصل گردد، روی وضعیت اقتصادی مردم هم تأثیر مثبت خواهد داشت و پیشرفت‌ها را نیز به همراه خواهد داشت. این چهار تا مفیدیت داره برای ما، چهار تا مفیدیت. یکی از لحاظ تجارت خارجی که ما در حقیقت با بزرگترین کشور دنیا وصل میشه. دوم از طریق این کوریدور ما در حقیقت باور ما به بلند رفتن آید به وجود میه و درآمدها اضافه میشه. سومینش در حقیقت دوباره جذبه های توریستی که بدخشان داره او روشن میشه و بدخشان که یکی از خوبترین و زیباترین مناطق آسیا به شمار میره بروی توریست ها باز میشه و در حقیقت آیدآور میشه. و چهارمینش که باور منطقه به وجود میاد و دوباره یکی از نقاطی که ما میتونیم که ثبوت کنیم که افغانستان یک نقطه وصل چهار گوشه آسیا هست ای به وجود میاد. افغانستان لپاره ډیر زیات اقتصادي ارزښت لري، ځکه دغه لاره د شمال نه تاجکستان ته، د جنوب نه پاکستان او د شرق له لوري د چین له هیواد سره وصل لاره ده. دغه لاره تقریبا 80 کیلومتره د چین سره اوږده پرته لاره ده چې د دې لارې جنوبي آسیا، شرقي آسیا او غربي آسیا د هیوادونو د اتصال لپاره لنډه نقطه بلل کیدلی شي. که په دغه لاره باندې پانګونه وشي، زه باوري یم چې دا لاره به د افغانستان لپاره ډېر زیات اقتصادي ارزښت ولري.
با این حال تجاران افغان هم کرویدور واخان را در کنار چین و افغانستان به نفع کشورهای همسایه و منطقه می داند و می افزایند که این راه از لحاظ اقتصادی خیلی حائز اهمیت است. آنها اضافه می کنند که با ساخت این راه افغانستان به راه ترانزیتی بسیاری از کشورهای آسیایی مبدل خواهد شد که با این امر رشد اقتصادی رونما و همچنان سطح بیکاری هم با آن کاهش می یابد. چین چه یو اقتصادی برقدرت ده په نړۍ کې، حتی اوس د امریکا نه هم مخکې ده په اقتصادي لحاظ او په صادراتي لحاظ، او نن د دنیا یو مهم طاقت ده په اقتصاد کې، او زمونږ همسایه ده. زه فکر کوم چې هر څومره زمونږ مناسبات او لارې د چین څخه زیاتې شي، دا زمونږ په ګټه ده، او نه تنها چې زمونږ په ګټه ده، د چین په ګټه هم ده. مسونیت راځي، امنیت راځي په منطقه کې. موقعیت جیوپولیتیک افغانستان موردی است که به این کشور در قلب آسیا لقب چهار راه ترانزیت را بخشیده. نه تنها کرویدور واخان، بلکه افغانستان با اکثریت کشورهای آسیای میانه و جنوبی راهها و کرویدورهای ترانزیتی دارد که به باور اقتصاددانان با فعالیت آن کابل به سوی پیشرفت اقتصادی گام برخواهد داشت و زندگی مردم هم با آن بهبود خواهد یافت. وزارت صنعت و تجارت نشست کازان روسیه را مملو از دستاورد می‌خواند. سرپرست وزارت مذکور در دیدار با معاون سیاسی وراثت الوزراء از علاقه شرکت‌ها و نهادهای روسی در افغانستان خبر داده است. نامبرده همچنین افزوده در 15مین نشست اقتصادی روسیه و جهان اسلام، سرمایه‌گذاران روسی برای آغاز پروژه‌های اقتصادی اطمینان به زمینه‌سازی همه‌جانبه را دادند. از سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نشست‌های مشابه را مؤثر می‌دانند و ایجاد کوریدور دو جانبه را برای گسترش رابط تجارتی و کاهش هزینه ها های زحمیت می داند. هیئت 6 نفره به رهبری سرپرست وزارت صنعت و تجارت که روز گذشته به تاریخ 25 ماه ثور گذشته غرض اشتراک در نشست کازان تاتارستان در 15مین نشست مشترک روسیه و جهان اسلام به این کشور رفته بود و بعد از بازگشت گزارش این نشست را به معاون سیاسی ریاست الوزراء پیش نمود. در صفحه ایکس ارگ در این رابطه آمده که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت این نشست را مملو از دستاورد خوانده است. عزیزی افزوده به سرمایه‌گذاران روسیه اطمینان به هر نوع زمینه‌سازی سرمایه‌گذاری در افغانستان نیز داده شده که با گفتهش همزمان با آن شرکت ها و نهادهای روسی هم به سرمایه گذاری در افغانستان علاقه نشان دادند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت سفر مذکور را در بخش صادرات و تجارت افغانستان مملو از دستاورد خوانده و گفته که شرکت ها و نهادهای روسی به سرمایه گذاری در افغانستان علاقه‌مندی نشان دادند. در همین حال مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء هم این نشست را مؤثر خوانده و اشتراک حکومت سرپرست و مقامات برجسته افغان در آن را نشانه از خواسته های تعامل با حکومت افغان به اساس روابط سیاسی، اقتصادی و کلتوری منطقه و جهان دانسته است. از سوی دیگر اتاق تجارت و سرمایه گذاری هم گسترش روابط با روسیه و هر کشور دیگر را به نفع هر دو طرف می داند و ایجاد کوریدور دو جانبه را برای کاهش مصارف نیز حیاتی می خواند. وس چې درې څلور مملکتونه په منځ کې رال چې ازبکستان دی، ترکمنستان دی، قزاقستان دی، همدارنګه آذربایجان او نور ملکونه چې په منځ کې راغلل، نو موږ باید د درې څلورو ملکونو نه عبور وکړو او بیا روسیې ته ورسیږو. دا چې موږ رسیږو او درې څلورو ملکونو کې موږ هغه د دوی حقوقي او قانوني او خدماتي ټکسونه ورکوو، موږ ته روسیه ډېره قیمته تمامیږي. من په جمهوریت کې ډېرې هلې ځلې وکړلې چې په دې منطقه کې یو اقتصادي کوریدور جوړ شي او د روسیې سره خبرې وشي، لکه څنګه چې ایرانیانو وکړلې. کارشناسان اقتصادی در شرایط کنونی که جامعه جهانی بر رهبری آمریکا بر افغانستان تحریم ها را وضع نموده، علاوه از روسیه، چین و ترکیه، گسترش روابط تجارتی افغانستان با کشورهای بزرگ اقتصادی را به نفع حکومت سرپرست می دانند. موږ باید متفاوت تګلارې ورته جوړې کړو. موږ اوس منځنۍ آسیا هیوادونو ته باید موږ په زیربناوو کې دوی باید راوبولو چې دلته سرمایه ګذاري وکړي، او دوی هم دې شي ته ضرورت لري چې موږ څنګه کولای شو چې په سیمه کې دغه افغانستان یا د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا وسلیدل موږ څنګه ممکن کولای شو. نو دغسې چینایان باید موږ راوبولو، یا دغسې که روسان یې که ترکان یې، موږ یې په غټو غټو فابریکو کې یا په غټو اقتصادي برنامه کې باید دوی راښکیل کړو او دوی ته ووایو چې راسئ سرمایه ګذاري وکړئ.
این در حال است که به دلیل تحولات سیاسی و نظامی چندین دهه روابط تجارتی میان افغانستان و روسیه تیره شده، اما باز هم هر دو کشور با همدیگر به طور سالانه به ارزش حدود 250 تا 300 میلیون دلار داد و ستد دارند که مواد عمده آن شامل میوه‌جات خشک، قالین، مواد خوراکی اولیه و چوب می باشد. امورات ساخت یک پل با هزینه شخصی در یحیاخیل پکتیکا آغاز شده است. کار ساخت این پل با هزینه شخصی از سوی یک انجینیر محلی آغاز شده و حدود 80 هزار دلار آمریکایی هزینه برخواهد داشت. انجینیر مذکور میگوید با توجه به مشکلات مردم تعهد به ساخت این پل را نموده و با اتمام آن مشکلات مردم محل به طور دائمی حل خواهد شد. انجینیر امین خان امورات ساخت 24 متر پل را در ولسوالی یحیاخیل پکتیکا با هزینه شخصی خود آغاز کرده و میگوید که به دلیل نبود پل مردم محل با چالش های متعدد روبرو بودند و کودکان آنان در هنگام سرازیر شدن سیلاب ها در مکاتب غیر حاضر می شدند و بیمارانشان به موقع به شفاخانه ها نمی رسیدند. مماغد سیلاب مشکل خاله دیده او و در زن کیزی پیدانم باشد تو بدرسی ما په یاد دي دغه بند په افتو افتو باندې بلاري بندي وي د څو کو نشو بریز روغ مر روزور پیخي نو بده خاطر ما وجود دغه کار باید وشي او دا کار قسم به دولت کړی وای خو متاسفانه اوس دولت په توان نه لري دا کار وکړي نو دا کار ما خپله ما اقتصادي توان هم په صورت ما د تخنیکی توان لرو نو دا لازم هم بلش دغه کار وکړو. با گفته امین خان پل مذکور که 24 متر طول دارد مجموعاً بالای آن حدود 80 هزار دلار مصرف می آید که بیشتر آن از جیب شخصی وی و متباقی آن را از دوستان مقیم در خارج جمع آوری کرده است. به باور وی لازم است تا در بخش آبادی کشور یک سری نیازهای اساسی را بدون انتظار داشتن از حکومت با تلاش های خویش مرفوع سازیم. بودجه بده که تروس پوری تقریبا 500 هزار دلار مصرف شده او شاید خبر یا تیاو تورسی یا تیاو ضرورت بده که تقریبا 3000 او سو دلار از باز ملګری د امریکا کی غوره کړی نور مخبلی. در همین حال باشندگان محل میگویند به دلیل نبود پل در این محل بیشتر اوقات بیماران و عاجل قبل از اینکه به شفاخانه ها برسند در مسیر را جان میدهند که علاوه از این به دلیل نبود پل مشکلات زیاد را متحمل می شوند. آنان خرسندند که بعد از ساخت همین پل بسیاری از مشکلات آنان مخصوصا در هنگام سرازیر شدن سیلاب ها حل و هموار گردد. دلتا با دیر استونزی ویسی کلا با دلتا ورختون و بارانون با دلتا با خلق ایسار و زنانان روغان با و مریضان با و دی پندیکس مریضان با دلتا ایسار و نبسوی کولا شدی تر داغ واولی او مرکز خارین ته دغه ناروغان انتقال کړه سکه کالی ونی منی اصلا رود وبې دول پوش خلګي سارو ډیرو زنانه او ډیرو ماشومانو ژوند دلته لا سورکو نو دا دی الله تعالی د سره کوي کې الله تعالی دې دغه مسلمان نورم پیدا کړي. پکتیکا از جمله ولایت های بزرگ و محروم کشور محسوب می شود. اکثرا ولسوالی های آن در فاصله های دورتر از مرکز موقعیت دارد و راه های امتداد یافته به آنان خام اند و مردم آن نمی تواند با آسانی غرض حل مشکلاتشان تا مرکز رفت و آمد نماید. چند خبر مهم از جهان. بر اثر آتش سوزی در یک پارک تفریحی در هند 24 تن کشته شدند و ده ها فرد دیگر هم زخم برداشتند. در نتیجه آتش سوزی در یک پارک تفریحی پر از ازدحام در منطقه راجکوت ایالت گجرات این کشور 24 فرد که بسیاری از آنان را کودکان تشکیل می دهند کشته شدند و ده ها فرد دیگر هم زخم برداشتند. مقامات محلی گفتند که در ارتباط به وقوع این رویداد 4 فرد مشکوک را بازداشت نمودند. مقامات اضافه نمودند که در پیوند به این حادثه از مالک این پارک هم تحقیق می نمایند. در حملات هوایی روسیه بر اوکراین ده ها تن کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش ها در حملات هوایی نیروهای اسرائیلی در شهر خارکیف اوکراین که بر روز شنبه بالای یک فروشگاه بزرگ و شمار از مناطق صورت گرفته 6 تن کشته شدند و ده ها فرد دیگر هم زخم برداشتند. در گزارش ها آمده است که در فروشگاه یاد شده 120 تن حضور داشت که بسیاری از آنان بعد از زخم برداشتن به شفاخانه ها منتقل شدند. مسکو قبل از این گفته بود اگر آمریکا و متحدین آن به حمایت نظامی از اوکراین دوام دهند پس حملات بالای این کشور را گسترش خواهد داد.
و خبر اخیرین که گروه حماس صدای بازداشت نیروهای اسرائیلی را در غزه مطرح کرده. ابو عبیده سخنگوی محلی گروه حماس گفته که علاوه از تلفات جانی بر نیروهای اسرائیلی در کمپ جبالیه در شمال غزه شماره را هم ناپدید کرده است. ابو عبیده هرچند در مورد شمار دقیق نیروهای بازداشت کرده اسرائیلی معلومات نداده، اما اضافه نموده که نیروهای اسرائیلی را در جریان عملیات بالای سربازان در زیر زمین در یک تونل بازداشت نمودند. با این امر مقامات اسرائیلی ادای بازداشت نیروهای خود از سوی گروه حماس را رد کردند. سرویس خبری ما در اینجا به پایان میرسد. سپاس شما و همکارانم. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.